سعید پیوندی جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن از پاریس همراه ما هستند وقتتون بخیر جناب پیوندی رئیس جمهور فرانسه یک بار دیگه از فعالان حقوق زنان و خیزش انقلابی در ایران حمایت کرده شما سال هاست که در فرانسه زندگی میکنین چنین اقدامی سابقه داشته و اساساً چه مفهوم و معنایی داره ببینید من فکر میکنم که نه این اقدام در این ابعادش در گذشته سابقه نداشته و اگر چنین چرخشی در سیاست فرانسه و در اروپا در حال شکلگیریه پیش از هر چیز به نظر من مدیون دو تا مسئله است اول اینکه این جنبش تونسته در عرض دو ماه ادامه پیدا بکنه و با وجود همه اتمام حجت ها, ها، فشارها و همه اتفاقاتی که در ایران میافته، گروه های مختلف مردم حاضر نشدند که برگردن به خونه‌شون و دست از اعتراض بد دارند به خصوص جوان و دختران جوان و از طرف دیگر اصالت و پیام این جنبش در خاور میانه ای که ازش در واقع شعارهای تند و افراطی مذهبی میاد چنین جنبشی با شعار زن زندگی آزادی در حقیقت میشه گفتش که یک افق جدید برای این منطقه دنیا هست و برای همین هم تحسین جهانیان رو بر برانگیخته اگه آقای مکرون امروز دست به چنین کاری میزنه یادمون باشه که هنگامی که در نیویورک به دیدار آقای رئیسی رفت یه چیز خیلی کوتاهی گفته بود در مورد تظاهرات در ایران ولی اگه امروز این چرخش به وجود اومده در فرانسه و نه تنها در فرانسه بلکه ما در آلمان هم شاهدش بودیم که نخست وزیر آلمان که خیلی دخالت نمیکنه در این امور معمولا در امور بیرامره به این ترتیب اون هم چنین پیام میده به خاطر این اتفاقاتی که افتاده در ایران و به خاطر اینکه امروز افکار عمومی کشورهای اروپایی از در فرانسه که من درش زندگی میکنم به شدت تحت تاثیر اتفاقات ایرانه و تحسینی که امروز فرانسویا دارن نسبت به اتفاقاتی که در ایران افتاده نسبت برای زنان ایران و برای این جنبش عامل اصلی به نظر من این چرخش هست به نگاه شما آیا فرانسه و فراتر از اون کشورهای اروپایی از این پس صرفاً به ابراز نگرانی و محکوم کردن بسنده نخواهند کرد و در واقع ما اراده تغییر رو در همون شما عبارت چرخش رو به کار بردین در مناسباتشون با جمهوری اسلامی رو باید دید ببینید آقای مکرون این روز سراحتاً گفته و آقای نقاط وزیر آلمانم به این مسئله اشاره کرده من فکر می کنم که این فشارها بر دولت های اروپایی و دولت های در همه کشورها باید ادامه پیدا بکنه برای اینی که در واقع دولت ایران در مقابل اقداماتی که علیه شهروندان خودش انجام میده پاسخگو باشه یعنی در حقیقت جامعه بین المللی باید نقشش رو در فشار آوردن به, به حکومت ایران به طور فعال ایفا بکنه و همونجور که آقای مکرون هم گفته این مسئله هم برمیگرده به مذاکراتی که با ایران در حوزه مختلف وجود داره و هم نوع رابطه سیاسی و اقتصادی که این کشورها با ایران دارن. بنابراین اونها چیزهایی رو دارن که میتونن ازش استفاده بکنن ابزارهایی دارن که میتونن ازش استفاده بکنن برای اینکه به دولت ایران فشار بیارن برای محدود برای از برداشتن از برداشتن از سرکوب برای جلوگیری از اعدام زندانیانی کران هستن برای سرکوب در واقع ادامه سرکوب برای همه این چیزها باید بتونن نقش خیلی موثری بازی کنن برای اینکه در حقیقت میشه گفتش که به مردم ایران بگن که مبارزه شما بر حق مبارزه شما در جهان درک شده و ما پشتیبان شما هستیم به طور واقعی و نه فقط در چند جمله کوتاه و چند حرف